أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین العبد المؤید و رسول المسدد المصطفی الامجاد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام خطابا لفضيل بن يسار يا فضيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر او تأخر هدیه به پیشگاه با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علی و مادر مجلله اش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید خداوند محفل امشب ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر مجلله اش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها برساند و همه ما را در این بزم نورانی حاجت روا فرماید صلوات دوم رو با کلمه عجل فرج اهم بلندتر عنایت کنید. من دیشب چون شب اول بود و هم همه زیادی هم در میان بانوان مشاهده می شد نخواستم خاطرشون رو مکدر کنم
اما دیگه امشب توقعم اینه که نظم و سکوت مجلس رو رعایت کنن تا ما هم اون چه که وظیفه ادب و اخلاق است بتوانیم رعایت کنیم، چون مجلس مربوط به من نیست، مجلس مربوط به امام است، ولی نعمه همه ماست و وظیفه همه ماست که این مجلس رو به هر شکلی که می توانیم بهتر برگزار کنیم و هیچ مجلسی برای هیچ گویندهی به نحو احسن اجرا نمی شود مگر این که حاضران سکوت و نظم مجلس رو رعایت کنند. انشالله دیگه من صدایی از هیچ خانمی و هیچ دختر خانمی تا آخر مجلس نشنوم و اگر خود خانم هام کسی رو دیدن صدا میزنه صحبت میکنه او رو خاموشش کنن که من ناچار نشم رشته مطلب رو قطع کنم و رشته افکار اونایی رو که با شوق دارن مطالب رو گوش میدن به هم بزنم که اونها رو ساکت کنم. یه صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. دیشب به عنوان مقدمه بحث ارتباط با امام عصر سلام الله علیه و با الهام گرفتن از زندگی پر افتخار آقا علی اکبر سلام الله علیه نکاتی رو خدمتتون عرض کردیم که انسان در هر زمانی و تحت هر شرایطی میتواند به گونه ای فکر کند، به گونه ای عمل کند تا بتواند از وجود امام زمانش بهترین بهره‌های مادی، علمی و معنوی را ببرد. که این یک تفکر غلط است در میان برخی از شیعیان که تصور می‌کنند امام باید کار خودش را بکند، ما هم کار خودمان را و کاری با امام نداشته باشیم. نه، این گونه نیست. خدا امام را برای ما آفریده است، ما را سر سفره وجود او نشانده است، روزی ما را به دست او داده است، عمل ما را به خاطر او قبول می کند، با درخواست او دعای ما مستجاب می شود، ارتباط دائمی ما با خدا به واسطه امام است. چه در گرفتن فیضهای مادی از خدا، چه در بالا رفتن اعمال عبادی ما به درگاه خداوند. پس حال که چنین است ما اسیر امام معصومیم، باید با او ارتباط برقرار کنیم. اگه بخوایم نسبت به امام زمانمون بی تفاوت باشیم، این یک تفکر انحرافی است و هر کس در هر درجه علمی و معنوی بخواد این حرف رو بزنه که ما فقط باید در خونه خدا بریم و کاری با امام زمان نداشته باشیم، بدانید این فکر یک فکر شیطانی است. این فکر فکر بهائیت است. این فکر فکر وهابیت است. این فکر فکر اونهایی است که هیچ سر و کاری با ولی خدا نداره. اما منی که اسمم را مسلمان گذاشته ام اولا، شیعه می نامم خودم را ثانیا، باید با این ولی مطلق خدا ارتباط داشته باشم، چون او لنگر زمین و آسمان است. در دعای ندبه می خوانیم این سبب المتصل بین الارض و السماء، کجاست اون سبب متصل بین زمین و آسمان و اون شخصی که وجودش سببیت دارد، علیت دارد برای نزول تمام فیوضات چه مادی چه معنوی
به سوی تمام خلائق. وقتی که وجود امام زمان علیت دارد برای گرفتن فیض از خدا، پس بی تفاوت بودن نسبت به امام زمان یک کار غلطی است. لذا ائمه ما در بسیاری از روایات به ما دستور دادن امام زمانتون رو بشناسید و خوبم بشناسید، نه این که اون نامش چیست، نام مادرش چیست، سنش چیست، خصوصیات اخلاقی او چیست، در این حد کفایت نمی کند. این یک شناخت شناسنامه‌ای است که دشمنان هم نسبت به امام زمان ما دارن، چه بسا دقیق تر و بیشتر. این معرفت آدم رو به جایی نمی رساند. اون چه که مد نظر ائمه ماست از معرفت اینه که بدونی امام زمان در وجود چه نقشی دارد، در رزق و روزی چه نقشی دارد، در حیات جاودانه قیامت ما چه نقشی را ایفا می کند. یک آیه خدا در قرآن در شأن او نازل کرده است که البته این آیه در شأن دیگر امامان هم جاری است. یوم ندعو کل اناس به امامه، روز قیامت که روز حساب و کتاب و حشر و نشر همه خلائق اولین و آخرین است، خدا میگه سنت ما اینه، قانون و روش ما اینه که هر جمعیتی رو با امامشون دعوت میکنیم. علویا کجان؟ عمریا کجان؟ موسویا کجان؟ علاقمندان به امام رضا کجان؟ علاقمندان به هارون و مأمون کجان؟ صاحب زمانیا کجان؟ اونایی که دنبال فهد و صدام و کذا بودن کجان؟ هر جمعیتی رو با امامشون دعوت میکنیم و فرا میخوانیم. پس آدم عاقل اگر اعتقاد به قیامت داره و سعادت همیشگی خودش را در قیامت طالبه، باید با این امام زمان ارتباط پیدا کنه. و یک خصوصیتی امام هر زمانی برای اهل اون زمان دارد. درسته ما باید امیرالمومنین هم بشناسیم، امام حسن رو هم باید بشناسیم، امام حسین رو هم باید بشناسیم، به آداب اونها باید متعدب باشیم، تمام ائمه رو باید بشناسیم و بهشون معتقد باشیم. اما شناخت ما نسبت به امام حی و زندگی که در عصر او زندگی می کنیم یک شناخت علاوه است. ارتباط ما با صاحبمون، با صاحب الامرمون، با امام زمانمون باید یک ارتباط فکری، اخلاقی، عملی، ذکری باشد. هم باید معتقد به مقامات او بشیم و اونگونه که خود ائمه اون ذات مقدس رو معرفی کرده ان بشناسیم. من فقط به یک عبارت که این عبارت در زیارت مطلقه امام حسین آمده است و سند هم معتبره، مرحوم کلینی با سند صحیح و معتبر این زیارت رو در کتاب شریف کافی که از معتبرترین کتب حدیثی شیعی است نقل میکنه. تازه شما فلسفه تأکید ائمه رو نسبت به زیارات میفهمید. چرا به ما دستور دادن برید به زیارت قبر امام حسین، قبر امام رضا، قبر امیرالمومنین و یک زیارات مخصوصی رو تلاوت کنید؟ این زیارات سرشار از معرفت امام است، مخصوصا زیارت جامعه کبیره که قوقاست. یعنی من یک سال اگر هر شب براتون برنامه بذارم، کلاس بگذارم، از زیارت جامعه معرفت الامام بگم تموم نمیشه. اینقدر این زیارت پربار است و نکات دقیق و ظریفی داره که حالا اگر یه فرصتی و مهلتی شد بلکه این بحث در یه جایی و برنامه‌ای
شاید به دست شما برسد. نرسید هم کتابهایی در این زمینه تألیف شده. این کتابها رو تهیه کنید. اجمالاً برای معرفتتون جوانها باید هم پول خرج کنید کتاب بخرید، هم باید وقت بگذارید. به یه جوانی گفتم تو بیا بنشین روزی یک ساعت کتاب بخون. گفت با روزی یک ساعت کتاب خوندن آدم میتونه امام زمانشو بشناسه، وظیفه خودشو بشناسه، سعادت دنیا و آخرتشو بخره. گفتم بله. گفت چه کتابی معرفی میکنی؟ گفتم تو چی کار میخوای بکنی؟ گفت من روزی یه صفحه قرآن میخونم. گفتم این قرآنی رو که میخونی میفهمی؟ اگه میخوای بفهمی یک دور تفسیر بگیر. یه دور تفسیرم بهش معرفی کردم، 6 جلد بود. حالا به شما میگم ضرر نداره، تفسیر جامع در 6 جلد یک تفسیر روایی است، بسیار زیباست. گفتم من حاضرم 10,000 تومان این کتاب رو برای تو ارزون تر از بازار هم تهیه کنم. گفت چنده؟ گفتم 60,000 تومان تو بازار. من حاضرم 50,000. گفت 60,000 تومان؟ کأنه یه توپی رو سرش خالی شد. گفتم بیچاره. دو وعده، بعضی ها یک وعده رستوران میرن با زن و بچه شون 60,000 تومان خرج میکنن، از این ور میخورن، از اون ورم میره و خلاص میشه، اینجا راحت پول میدی. اما قرآنو میخوای بفهمی، کتاب آسمانی، فرامین خدا، 60,000 تومان پول زیادیه. پول به یه کتاب تفسیر بدی قرآن رو بفهمی. این درد جامعه ماست. برای دینمون، برای معرفتمون، برای فهممون میخوایم خرج کنیم، سخت. تا از این مال دنیا دل نکنی و آماده نشی برای شناخت و معرفت امام زمانت، اصلا بهت نگاه نمی کنن، معرفتم بهت نمی دن. یه اولین قدمه، باید را بیفتی، باید حرکت کنی. این مشکل اساسی جامعه ماست. مشکل پیغمبرم همین بود، مشکل امیرالمؤمنینم هم همین بود. شما فکر میکنید چند نفر دنبال امیرالمؤمنین حرکت میکردن و اون سخنان وحیگونه امیرالمؤمنین رو گوش میدادن؟ چند نفر نهج البلاغه اون روز امیرالمؤمنین رو که زنده میشنیدن با صوت و تصویر درش تعقل میکردن؟ یه رقاصی میومد تو بازار، یه تاجری جنس میآورد، همه میدویدن. حتی قرآن میگه پیغمبر داشت خطبه‌های نماز جمعه رو میخون. تا یک مش رقاص مطرب میومدن یا یه تاجری جنس میآورد، مردم از پای خطبه‌های نماز جمعه پیغمبر بلند میشدن، میرفتن پا صحبت‌های اونا. قرآن میگه اینقدر مردم بیشعور و بیفرهنگ بودن و ادب در برابر پیغمبرشون نداشت، لذا بهرم نبردن. لذا ارتد الناس بعد رسول الله الا 3 أو 4 أو 7، همه مرتد شدن بعد از پیغمبر جز 3 نفر یا جز 4 نفر یا نهایت عددی که بیان شده 7 نفر بیشتر باقی نموندن دور امیر المومن. و اینکه 120,000 نفر در صحرای غدیر حاضر شدند، هم با پیغمبر بیعت کردند با دست و قلب و زبان، هم با امیرالمؤمنین بیعت کردند، حتی پیغمبر از زنها خواستند که بیان با امیرالمؤمنین بیعت کنند، تشت آب گذاشتند، مولا دستشون رو میان آب گذاشتند، زنها میومدن دستشون رو اون ور تشت تو آب میکردن، اینو بیعت با امیرالمؤمنین و امام زمانشون شمردن. اما تمام این 120,000 نفر بعد از رحلت پیغمبر یادشون رفت که روز غدیر چه اتفاقی افتاد، رفتن دنبال ابوبکر و عمر. چرا؟ جنونشون با بیعت با اونها تو روغن بود. اما اگه دور علی میچرخیدن، علی به عدالت بیت المال رو بین اونها تقسیم میکرد. اما عثمان تمام قوم و خیشاش رو آورد تو کار. هر که خوش خدمتی کرد خالد با اون ظلم و جنایتش، با اینکه مالک رو کش به جرم این که تو چرا به من زکات نمیدی، در حالی که زکات میداد، گفت این منکر زکاته، این کافره، این مرتده، حکم قتلش رو ابوبکر صادر کرد، خالد هم رفت کشتش و همون شب با زنش زنا کرد
و ابوبکر به او بها داد، قصاص نکرد، حکم خدا حد خدا را بر او جاری نکرد. مردم دیدن این ظلم و جنایات رو، بازم دنبال ابوبکر من را افتاد. یعنی بی‌معرفتی، یعنی که من نمیخوام به سعادت برسم، من نمیخوام به کمال برسم. شما فکر میکنید فقط در اون عصر و زمان این انسانها بودن؟ علالم هست. یا فکر میکنید سلمان فقط اون وقت بود؟ علالم هست. میشه آدم سلمان بشه؟ یعنی اگر بنا باشه سلمان شدن متوقف باشد بر درک پیغمبر و امیرالمؤمنین و من نتونم سلمان بشم، شما نتونی سلمان بشی، خدا عادل نیست. خدا که قطعا عادله، نمیشه در عدالت خدا مثل سنی ها تشکیک کرد. ما شیعه، ما امامیه، قائلیم به این که خدا عادل است، به عدالت مطلق هم عادل است. پس اگه خدا عادله، منم باید بتونم سلمان بشم. امام که دارم، حالا امامم غائبه، چرا نتونم با او ارتباط برقرار کنم؟ حکمت خدا بر این است که این امام در پس ابر غیبت زندگی کند تا به او اذن ظهور دهد. مگه سید ابن طاووس ها؟ مگه علامه بحرالعلوم ها؟ مگه مقدس اردبیلی ها؟ مگه حتی میان عوام مردم سبزی فروش بود با امام زمانش ارتباط برقرار کرده بود، بقال بود با امام زمانش ارتباط برقرار کرده بود، جوان بود، زن بود، امام زمانش رو شناخته بود و دیده بود، حکم او را شنیده بود. الان هم هستن ناپیدان. ارتباط ممکنه، معرفت میخواد، ادب میخواد، هنر میخواد که آدم از اون استعدادهای خدادادی استفاده بهینه کند. لذا امام صادق سلام الله علیه به فضیل ابن یسار روایت در کافی است با سند معتبر فرمود یا فضیل اعرف امامک، سعی کن امام زمانتو بشناس. فانک اذا عرفت امامک لم یضرک تقدم هذا الامر او تاخر، تو اگه امامتو شناختی ضرر نمی کنی چه امامت بیاید چه نیاید، چه تو ظهور او را درک بکنی چه نکنی. بعد فرمود اگر کسی امامش را بشناسد به حق معرفت و بعد بمیرد و ظهور او را درک نکند، مثل کسی است که زیر که در لشکر امام زمان شرکت کرد. بعد فرمود بلکه مثل کسی است که زیر پرچم حجت ابن الحسن نشسته است. زیر پرچم امام زمان هر کسی رو راه نمیده، فرمانده ها میرن اونجا، مقربان درگاه میرن. یعنی شما میتونی از طریق معرفت الامام اونقدر به امام زمان نزدیک بشی که جزو یاوران خاص مولایت باش. پس راه بازه. لذا سید ابن طاووس به فرزندش محمد میگه فرزندم محمد بدون باب و در به سوی امامت مفتوح و باز است. تو میتونی با امام زمانت ارتباط برقرار کن، میتونی حاجتتو ذکر کنی و از امام زمانت حاجتتو بگیری، ولی باید او رو بشناس، باید به مقامات او اقرار کنی. یک حدیث عجیبی است که این حدیث رو جناب سلمان روایت میکند و من از روزی که این حدیث رو دیدم به این حرفایی که گفته ام و میگم خیلی امیدوار شدم. یه وقتی فکر میکردم این حرفا حالا استنباطاتیست، استحسانهاییست، بعد دیدم نه، نص روایته. سلمان بر اساس روایتی که مرحوم طبرسی در احتجاج روایت میکند، یه روز رو کرد به مردم گفت الا ایها الناس اسمعوا عنی، مخاطبش همه مردم بود نه تنها شیعیان، گفت آی مردم این حرفی که دارم میگم از من بشنوید، بعد درش تعقل کنید ببینید حرفم درسته یا درست نیست. بعد برای اینکه کار رو محکم کنه گفت مردم،
بدانید که انی اوتیت علما کثیرا، من علم زیادی خدا نصیبم کرده از برکت همراهی با پیغمبر و امیر المؤمنین. اگر من به تمام اون چه که میدانم شما رو با خبر کنم، میگید سلمان دیوونه است. یعنی یه علومی خدا به من داده که عامه مردم تحملشو ندارن. یک عده دیگری میگن خدا قاتل سلمان رو رحمت کند، یعنی تشنه خون منن که تو اجتماع نباشم که یه حرفا رو بزنم. اما بدونید مردم، من به یه حکمی رسیدم که این علوم و حکم و معارف یک مقدماتی را میطلبد. باید یه طهارت‌هایی رو کسب کنی، یا آمادگی‌هایی داشته باشی تا خدا این علوم رو نصیبت کنه. تا اونجا که گفت اما والذی نفس سلمان بیده لو ولیتموها علیاً لأکلتم من فوقکم و من تحت ارجلکم. اگر شما ولایت امر بر تمام مردم را در اختیار علی می گذاشتید، می رفتید با امیر المؤمنین بیعت می کردید، مقامات امیر المؤمنین را می پذیرفتید و اون معرفت حقیقی را نسبت به مولا پیدا می کردید، به جایی می رسیدید که از بالا و پایین، از آسمان و زمین خدا به شما روزی می داد. یعنی دنیاتون آباد می شد با علی بودن، با امام زمان بودن، به امام معصوم بها دادن، او را خوب شناختن و با او زندگی کردن، به آبادانی دنیوی هم می رسیدید. لأکلتم من فوقکم و من تحت ارجلکم. تا اونجا که سلمان گفت ولو دعوتم الطیر لعجابتکم فی السما، اگه این پرنده‌ای که داره تو آسمان پرواز میکنه صداش میزدید آی پرنده من گرسنم، هوس پرنده کردم، هوس کبوتر کردم، هوس کعب کردم، آی پرنده‌ای که داری پر میزنی بیوف پایین میخوام ذبحت کنم بخورم، دعوت شما رو اون پرنده اجابت میکنه. حرف سلمان صادق مصدقه. سلمان دروغ نگفته تو عمرش. سلمان قله 10 درجه ایمان رو فتح کرده. سلمان فرمود باب الله من عرفه کان مؤمنا من انکره کان کافرا. هر که سلمان و حرف سلمان رو بپذیره مؤمنه، هر که سلمان و مقامات او و حرف او را منکر شود کافره. کلام امام صادق. سلمان داره میگه به جایی میرسیدید ولو دعوتم الحیتان من البحار لعتتکم، اگه ماهی های دریا، ماهی سفید میخوای، ماهی نمیدونم چی میخوای، میرفتی کنار دریا میستی میگفتی آی ماهی فلان ماهی من تو رو میخوام، میپرید جلو، دعوت شما رو اجابت میکرد. اما شما مردم علی رو رها کردید، دنبال ابی بکر و عمر رفتی. بدبختیاش، وبالش، شرش، شقاوتش، بدبختیش دامنگیر خودتان شد و می شود تا قیام قیامت هم می شود. امروز هم همین. اگه ما امام زمانمون رو خوب بشناسیم، از این خواب سنگین قفلت بیدار بشیم. توی این مجالس باید دنبال معرفت بود، دنبال معنویت بود، دنبال این بود که آدم یه کاری بکنه دل امام زمان از انسان خوشنود بشه. به عشق این که کف بزنی توی مجالس نیاد، حتی خندش هم ارزشی نداره. نمیگم نخندید، بخندید، مشروع بخندید. اما به این و اینا همه جا پیدا میشه. اون چه که جاهای دیگه پیدا نمیشه تو این مجالس جستجو کنید و دنبالش باشید. از خطیب بخواید، از مدعا بخواید، از صاحب مجلس بخواید، یه حرکت انحرافی میبینید تذکر بدید، نه اینکه شریک بشید، نه اینکه کمک کنید، بگید ما آمدیم امام زمان رو بشناسیم، ما آمدیم با مولامون مرتبط بشیم، ما
ما آمدیم بفهمیم این مولود نیمه شبان چه مولودیه که همه عالم رو منقلب کرده. این مولود چه مولودیه که فرشتگان اومدن قنداقه او رو از دست مادرش گرفتن و بردن به آسمان، بعد چند روز آوردن. این مولود چه مولودیه که همه انبیا منتظر اویند، تمام اوصیا، تمام شهدا روز ظهور او رو ثانیه شماری میکنند. اون عبارتی که گفتم در زیارت امام حسین و سندش هم معتبره و معرفت ما را نسبت به ولی خدا بالا میبره اینه. دارم مستند براتون حرف میزنم که اگه خواستید جای نقد کنید، خواستید بنویسید، خواستید استدلال کنید، دیگه مولا درزش نره، محکمتر از هر محکمیست. اون عبارت اینه، شما رفتی به زیارت امام حسین، داری زیارت میخونی، با نفس خودت داری اینگونه تلقین میکنی که تو به زیارت امامی آمده ای که چنین مقاماتی دارد. و بکم تنبت الارض و اشجارها، شما شخصیت هایی هستی که به واسطه شما و به خاطر شما زمین گیاهان خود را بیرون میدهد. این درخت که اینقدر میوه های شاداب و معطر میدهد به عشق امام زمان، به فرمان امام زمان، به درخواست امام زمان. بکم تنبت الارض و اشجارها و بکم تخرج الارض و ثمارها، تمامی میوه هایی که زمین بیرون میدهد به واسطه شماست. و این شمایی که میگیم حجت وقت ها، امامیست که زنده است و روی زمین راه می رود، یعنی میاد منحصر میشه در امام وقت، حالا در عصر امیرالمؤمنین، در مولا الموحدین، در عصر امام حسن، در امام حسن تا برسه به عصر ما که عصر حجت ابن الحسن امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است. و بکم تنزل السماء قطرها، به واسطه شماست که آسمان قطره های بارانش را نازل می کند. یعنی این ابرها که آبستن می شوند و بارانشان را در تمام سرزمین ها فرود می آورند به عشق اون امام معصومی است که در میان مردم زندگی می کند. و بکم یکشف الله الکرب، خدا قصه و غم رو به واسطه شما از دل مؤمنان برطرف می کند. و بکم ینزل الله الغیف، عرب برای باران چند تا اصطلاح داره، گاهی میگه مطر، گاهی میگه وابل، اما گاهی میگه غیف. غیف به اون بارانی میگن که مردم گرفتار خشکسالی شدن، مدتی باران ندیدن، التماس به درگاه خدا کردن، خدا به خاطر نماز بارانی که روز دوشنبه رفتن تو بیابون خوندن، صورت به خاک گذاشتن، گریه کردن، توبه کردن، التماس کردن، از خدا بارون خواستن، خدا بارونشو نازل میکنه. اینو عرب میگه غیف. و بکم ینزل الغیث، نمیگه ینزل المطر، نمیگه ینزل الوابل. خدا غیث رو به واسطه شما، یعنی وقتی که مردم گرفتار و خوشساله میشن و از خدا نماز بارون میخونن، از خدا بارون میخوان، اما حجت ابن الحسن تو دستاتو بلند میکنی به خاطر عشق اونها، از خدا باران میخوای و خدا باران رو بر اونها نازل میکنی. نکتش اینه، یعنی باز دعای مردم بدون دعای ولی خدا ارزش نداره. وقتی دعای ولی خدا زمیمه اون نماز بارانی که مردم میخونن و زمیمه اون دعایی که مردم برای باران میکنن میشه، خدا بارونو نازل میکنه. و بکم تسبح الارض التي تحمل ابدانكم، به واسطه شماست اون زمینی که ابدان پاکیزه شما رو در بر گرفته، حالا چه در حال حیات چه بعد از شهادت،
اون زمین تسبیح خدا میگه، افتخار میکنه که حجت خدا داره رو من راه میره. یه وقتی شب قدر بود، یه بحثی رو من مطرح کردم در یکی از این شبکه‌ها. آقای منشی نکته‌ای رو از حرفای من استخراج کرد و تحویل من داد، برای من خیلی جالب بود. گفت حاج آقا شما داری میگی امام زمان بر تمام کرات آسمان اول که چندین میلیون ستاره و سیاره دارد، بعضیاش چندین میلیون برابر زمینه، این تازه آسمان اوله، آسمان دوم نسبتش به آسمان اول که حلقتن فی فلاته، مثل یک انگشتری که در یک بیابان گسترده ای افتاده. آسمان دوم نسبتش به آسمان سوم که حلقتن فی فلاته، برو تا برسی به آسمان هفتم، تا برسی به عرش. امام زمان نه تنها امام زمان کره زمین و اهل زمین، امام زمان تمام کرات آسمانی و تمام آسمانهای هفتگانه و عرش و کرسی و لوح و قلم است. واجقا جالبه که خدا این امامی که بر کل نظام هستی حاکمه و ولایت داره و داره حکومت و سلطنت میکنه، این امام رو آورده تو کره زمین ساکن کرده کنار ما، نبرده تو آسمان اول، تو کرات دیگه، تو آسمان دوم، تو بیت المعمور. وقتی هم به شهادت میرسه تو همین زمین دفن میشه، به دنیا میاد تو همین زمین، رو همین زمین به دنیا میاد. این چه اوج و عظمتی است و چه افتخاری است برای ما انسان ها، نه مسلمان ها، نه شیعه ها، ما انسان ها. وقت بی معرفتی نیست، این امام رو نشناسی، مقامش را ندانی، در مقامات او تشکیک کنی، شک کنی امام زمان میتونه سرطان رو علاج کنه یا نه، این بی معرفتی نیست، بی ادبی نیست، بی فرهنگی نیست، عقب ماندگی ذهنی نیست. بری تو حرم امام رضا به جای اینکه زیارت بخونی قرآن بخونی، معتقد بشی که زیارت شرک، این کج فکری نیست. فقط نماز بخونی، به امام رضا التماس نکنی از ترس این که مبادا شرک باشه. آخه بدبخت، از هر کس و ناکسی چیز میخوای، به هر کس و ناکسی التماس میکنی، وقت به حجت خدایی که بر گرده عالم سواره میخوای از او التماس کنی، شرک میشه. تو عقلت فعاله، تو چیز میفهمی؟ از هر دکتر و مهندس و عالم و آیت اللهی مطلب میخوای، حاجت میخوای، کمک میخوای، شرک نیست. تا به امام زمان میرسه میخوای بگی یا صاحب زمان، شک میشه. مگه تو منکر خدایی؟ نخیر. مگه تو امام زمان رو شریک خدا میدانی؟ نخیر. ولی قادر بر هر کاری میدانم. تتمه مطلب رو ببین، تو زیارت امام حسین امام صادق چی به ما تعلیم میکنه تو زیارت بگیم. و بكم تسبح الارض التي تحمل ابدانكم وتستقر جبالها عن مراسيها. اگه این کوه ها، میخ ها و اوتاد زمینه و زمین رو از لرزش، از فرو ریختن، دریاها رو از متلاطم شدن نگه میداره، به خاطر شماست. اصلا کوه اجازه نداره بدون اذن شما کار خودش رو انجام بده. تا اونجا که اون عبارت محوری در باب معرفت رو امام صادق در معرفت الامام میفرماید، امام صادق میفرماید ارادت الرب فی مقادیر اموری تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده پروردگار، نه ارادت الله، ارادت الرب، یعنی خدا در مقام ربوبیتش، در مقام تربیت تکوینی و تشریعیش نسبت به همه خلق، خدا وقتی میخواد خلق کنه، خدا وقتی میخواد روزی بده، خدا وقتی میخواد شفا بده، خدا وقتی میخواد یک کسی رو از حضیض ذلت به اوج عزت برسونه، خدا وقتی میخواد به یک کسی علمی را که ندارد عنایت کند،
خدا وقتی میخواد به یک جوانی همسر عنایت کنه، به یک زنی شوهر عنایت کنه، یه زمین خورده ای رو بلندش کنه، اراده تو رب فی مقادیر اموره، اراده پروردگار در همه اندازگیری های امورش، در تقدیرات شب قدرش که تقدیرات یک سالت را خدا رقم میزند، اراده پروردگار در بعد تکوینیش، در بعد تشریعیش، خدا وقتی میخواد خلق رو تربیت کنه، معرفت خودش رو به اونها بده، اونها رو با رسوم عبودیت آشنا کنه، در همه امور اراده پروردگار در همه امور تکوینی و تشریعی، تهبط الیکم، بر شما فرود می آید و از در خانه شما صادر می شود. یعنی خدا می خواد این خواستش رو تحویل شما میده، شما می خواهید، خدا می خواد، که اگه شما نخواهید خدا نمی خواد، اونا اگه بخوان خدا می خواد، چون اراده شون اراده خداست، اسمت دارن مثل اسمت خدا، عاقلن. خدا عاقل هست یا نیست؟ اصلا حرف غلطیه بگیم خدا عاقله یا عاقل نیست. خدا خالق عقله، ولی عقل 100 درجه رو به پیغمبر و آل پیغمبر داد. اون بهرهی که پیغمبر و آل پیغمبر از عقل دارن دیگران ندارن. وقت چی میگن اونایی که قائل میشن به این که باید فلسفه خون، باید نمیدونم عرفان و صوفیگری خون تا معارف، تا آیات، تا روایات رو فهمیدی؟ حرفا چیه؟ کشکا چیه؟ بعضیا میسابن. عقل کل نعمه، تمام حکمت رو ریختن تو روایاتشون. قرآن همه اش مطابق با حکم عقل، مطابق با حکمت و ثواب و درستی است. اراده پروردگار بر شما فرود می آید و از شما صادر می شود. پس باید امامو بشناسی، باید بدانی و بفهمی که امام زمان تو بعد از خدا و رسول، یعنی همه کاره عالم. اگه به این باور رسیدی، به خدا دیگه دروغ نمیگی برای سنار پول بیشتر در آوردن، چون این دروغ تو را عقب میاندازه که جلو نمیاندازه. اما اگه راست گفتی، النجاتو فسد، اگه راست گفتی، امام زمان دعات میکنه. اگه رباخاری رو کنار گذاشتی، امام زمان به همون مالکمت برکت میده، همون مالکمتو از تلف شدن، از تصادف کردن حفظ میکنه. اما اگه رباخاری کردی، از این ور میاد، از اون ورم میره، با یه تصادف 1,000,000 خسارت. اما اینجا مال حلال خوردی، دندون رو جیگر گذاشتی، ربا ندادی، ربا نگرفتی، 100,000 تومان بیشتر درآمد نداری، امام زمان یک دعا برات میکنه، این 100,000 تومان میشه 10,000,000 در عرض 1 ماه 2 ماه 3 ماه. این قاعده خداست، این سنت الهیست، این رمز و راز با ولی خدا زندگی کردن و حجت خدا رو شناختن و همه کارها رو با امام زمان در میان گذاشتن. اگه امام زمان تو با اختیار شناختی، شناختی، اگه نشناختی، یه روز امام زمان با اجبار تو رو وادار به معرفت خودش میکنه، وقت ممکنه جزو عقب مونده هم باشی، بهت نگاه هم نکنه. یه داستان عجیبی رو در چندین کتاب از کتب معتبر شیعه این داستان آمده، از شخصی به نام حسن ابن محمد ابن قاسم. میگه یه شخصی در کوفه به نام عمار، داشتم با او صحبت میکردم راجع به امام زمان، یه وقت دیدم یه قافله تجاری وارد یکی از محله های کوفه شد، شروع کردن داد و ستد انجام دادن. این آقای عمار میگه یه وقت دیدم رئیس قافله به من گفت یه مرد علوی تو کوفه میشناسی؟ بیاد اینجا، کارش دارم. گفتم مرد علوی؟ یعنی کسانی که از نسل امیرالمؤمنین باشن، تو کوفه زیادن. گفت یعنی چی؟ گفتم بله، اکثریت اهل کوفه علوی هن. گفت علوی واقعی
اون کسی است که من او را دیدم دیگه هم مثلش را ندیدم. گفتم چطور؟ گفت ما 30 نفر بودیم در کوفه، حالا خطایی کرده بودن، هر قصه ای بود، از کوفه پا به فرار رو گذاشتیم، رفتیم بیرون کوفه، چندین فرسخ از کوفه فاصله گرفتیم، ولی 3 شبانه روز گرفتار آتش و گرسنگی شدیم. هر چه گشتیم با اسبامون و مرکبامون پیدا نکردیم جایی رو، تا اینکه تصمیم گرفتیم قرعه بکشیم، یکی از این اسبها رو ذبحش کنیم و بخوریم. قرعه کشیدن اتفاقا قرعه به اسب من اصابت کرد. گفتم شما حقبازی کردید، باید دوباره قرعه بکشید. 2 مرتبه قرعه کشی کردن، باز به اسب من اصابت کرد. گفتم بابا حقبازی کردید، من قبول ندارم. بار 3 قرعه کشی کردن، به اسب من خورد. من با کمال ناباوری ناچار پذیرفتم، ولی از بس اسبمو دوست داشتم، تعبیر خودش اینه که از پسرم اسبمو بیشتر دوست داشتم. اون وقت 1000 دینار بهش پول داده بودم، گفتم حالا که میخواد اسب منو ذبح کنید و همتون بخورید، پس بگذارید من سوار بر او بشم، یه چرخی تو این میدان گستردهی که تا حالا همچه میدانی ندیدم بزنم. گفتم باش. فاصله گرفتم، ناگهان از دور یک خیمه نظرم را جلب کرد. به طرف اون خیمه نزدیک شدم، دیدم یک کنیزی بیرون از خیمه ایستاده. گفتم این خیمه خیمه کیست؟ گفت خیمه یک مرد علوی است. اینو گفت و رفت داخل خیمه شد. ناگهان دیدم یک مرد علوی خوش سیمای با ابهت نورانی از خیمه بیرون آمد. فهمیدم بالاخره اینجا یه خبرایی هست. پیراهنمو در آوردم و سر نیزه کردم به عنوان بشارت به رفقام و به طرف اونها تاختم که بیاید. بالاخره یه آب و نانی پیدا شد، اسب ما رو هم نمیخواد ذبح کنید. اونا هم خوشحال شدن، همراه من اومدن. تا رسیدیم دیدیم اون آقا از خیمه آمد بیرون، سلام کردیم، گفتیم ای مرد عرب یه محبتی کن، ما 3 شبانه روز هم تشنه ایم هم گرسنه ایم، به ما آب بده. اشاره کرد به کنیز، رفت 2 ظرف آب آورد، خودش یه مقدار نوشید، دستشو میان آب کرد، فرمود بیاد بنوشید. ما 300 نفر از این 2 ظرف آب نوشودیم، همه سیراب شدیم، یک قطره از این آب کم نشد. ظرفای آب برداشت برد تو خیمه. گفتیم آی مرد عرب، حالا که ما رو سیراب کردی گرسنه هم هستیم. این بار خودش رفت داخل خیمه، یک سبد پر از غذا آورد، یه دستی روی این سبد کشید، فرمود بیاید 10 نفر 10 نفر بنشینید و میل کنید. ما 10 نفر 10 نفر کنار این سبد غذا اومدیم و نشستیم و خوردیم. همه 300 نفر سیر شدیم، ولی از این غذا هیچی کم نشد. با تعجب کردیم قصه چیه؟ این پیغمبره، پیغمبرزاده است، نشناختیم. از او تشکر کردیم و گفتیم آی مرد عرب، آمدیم بگیم راه از کدوم طرفه؟ یک مرتبه اشاره فرمود راه اینه، اشاره کرد به شاهراه، در حالی که ما هدفمون پیدا کردن راه نبود، میخواستیم یه محکی بزنیم. این راه رو همون نشون داد، حرکت کردیم رفتیم. چند قدمی که فاصله گرفتیم یه نفر از ماها گفت خب شما یه همچه شخصی رو پیدا کردیم، معلوم میشه خیلی آدم متمبلیه، خیلی آدم متمکنیه، 300 نفر رو سیر و سیراب کرده، از غذا و آبش هم هیچی کم نشده، بریم اموالش رو غارت کنیم. ما هم که بره همین اومدیم بیرون دیگه. بعضی ها مخالفت کردن، گفتن بابا نون نمکش رو خوردی، این مردانگی نیست. بعضی ها گفتن این حرفات چیه، ما که دزدی، ما آواره ایم، بریم بگیریم. بالاخره برگشتیم، تا برگشتیم دیدیم از خیمه اومده بیرون، غضبناک، یه شمشیری حمائل کرده، یه نیزه‌ای هم به دست. فرمود چه اراده شری در سر می پرورانید؟ بدانید که شر این عمل دست و پاگیرتان خواهد شد. گفتیم درسته، ما نیت شری در سر داریم، در حالی که اصلا نه چیزی اظهار کردیم نه حرکتی انجام دادیم، ولی نیتامون خبیث بود و اون نیت ما رو خوند.
بعد یک خطی بین ما و خودش کشید، ما شروع کردیم حرفهای نامربوطی، اهانتهایی به او کردیم. اون چنان غضبناک شد و اون چنان صیحه‌ای کشید، خطی کشید بین ما و خودش، فرمود بجدم رسول الله، اگر یک قدم نزدیک بشید همتون رو از دم شمشیر خواهم گذران. اون چنان صدای او وحشتناک بود که تمام ما 300 نفر با این که آدم های قلدر و قلچماقی بودیم همه اون پا به فرار گذاشتیم. امام زمان یعنی این، هم مهربونه هم جای جاش منتقمه، قادره، قهاره، سلطان زمین و آسمانه. یا باید متواضعانه با ادب بیای زانو بزنی، او رو بشناسی، کتابی بخوانی، پای یک وعظ زانو بزنی، پیش یک استادی بری، او رو بشناسی، التماس کنی تو حرم امام حسین، تو حرم امام رضا، تو جمع کران، تو مسجد سهله، آقا جون عرفنی نفسک، خودتو به من بشناسان، میشناسان. اگه نکردی یه روزی به زور خودشو به تو معرفی میکنه. پس قبل از آنی که متوسل به زور بشه، با ادب، با تواضع، با نیت خالص او رو بشناس تا بشی سلمان زمان، بشی باب الله. به خدا مردم، شما میتونید تمام حوائجتون از دست امام زمانتون بگیرید. خودشون فرمودن نمک دیگه، از نمک چیزی کمتر و پستر و کم قیمتتر هست؟ کمترین چیز تو غذا نمک. فرمودن نمک غذاتون از ما اهل بیت بخواید. یعنی چی حرف؟ از بند کفش پاره شده بی ارزشتر چیزی هست؟ فرمود اگه بند کفشتون پاره شد از ما بخواید. یعنی چی؟ یعنی با ما دائما مرتبط باشید. شما هر روز نون و آب میخواید، هر روز کفش و کلاه میخواید، هر روز احتیاجات دارید، پس مرتب با ما باشید، از ما جدا نشید، ما کمکتون میکنیم. یه چند لحظه‌ای بریم در خونه امام زمان، از گذشته هامون عذرخواهی کنیم، بگیم آقا تا به حال شما رو نشناختیم، عذر میخواییم. امسال دهه شعبانی الحمدلله مثل دهه محرم و سفر مجلس بپاس و خوشا به حال شما اصفهانی ها که اینقدر با همتید. به خدا این دهه تو خیلی از شهرها نیست، حالا دهه محرم و سفر هست، اما دهه شعبانی 15 شب، 10 شب، 20 شب مجلس، این هنر شماست. پس اقلا از این سفره پهن امام زمان بهره ببرید، نیاییم فقط شیرنی و شکلات بخوریم و کف بزنیم و بخندیم، نه 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 نه، بیاییم ببینیم آقا چگونه از چه طریقی به ما نگاه میکند، ما چه گناهی کردیم که وقتی میگیم یا صاحب زمان جواب ما رو نمیده. خودمونو معالجه کنیم. بابا آدم مریض دکتر میره، دکترم رفت نسخه دکتر رو تهیه میکنه، تهیه‌ام کرد میخوره و عمل میکنه تا خوب بشه. ما روحمون مریضه و روحمون خیلی شایسته تره و لایق تره که دنبال علاجش باشه، و امام زمان طبیب روح ماست و باید سراغ طبیب بری، دردتو بهش بگی، بهش قول بدی دیگه ناپریزی نکنی، به نسخشم عمل بکنی، طبیب معالجت میکنه. تو سفره دلتو برای امام زمان رو دیشبا پهن بکن، به خدا ایدی میده. اصلا بگو آقا اگه شما بودید من شما رو میدیدم، میومدم ایدی میگرفتم. مگه میشه با این نیت و یقین بری تو مجلس امام زمان بهت ایدی نده؟ والله میده. یبن الحسن آقا، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجا، فاوفلنا الکی و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین، تا
تالله لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئین. یا ابانا یا مولانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. مولای یا مولای مولای یا بشکسته من، ای انیس دل بشکسته من، ناخفته من، تو نکومی و یه باغ ارنی، تو نمای شرف و هم کرمی، محسن و اهل صفا و جودی، در میان خلق بهترین موجودی، قد تو یا قد چون سر و خم ابرویت، می کشاند چو مرا در کویم. کافیه یه بار اون جمال زیبا، اون جمال دلارای هاشمی رو زیارت کنی، برا همیشه اسیرش میشی. نغمه عشق به خلق و خویت، می نوازم به دوتار مویم. لب چون لعل و زبان چو عسل، نشود منظر مکار دغل. خیلی زیبا گفت. اگه میخوای اون لب چون لعل رو ببینی، اگه میخوای اون زبان چون عسل برات گوهر ببارد، کام تو شیرین کنه، باید از دغل بازی فاصله بگیر، باید خالص بیای در میدان محبت و ذکر ولی خدا، بازی نباید بکنی با ذکر امام زمان. لیک من عاشق
دل سوختم، این زیاران حقا موختم. عاشق و عاشق و شیفته روی تو هم، کشته ی رشحه ی از بوی تو هم. تو سخایی و صفایی و وفایی یا ابن الحسن یا صاحب الزمان. تو سخایی و صفایی و وفا، خالی از دشمنی و جور و جفا. آه دل چون برود در یادت، می تپد می تپد تا که کند دل شادت. مولا یا مولا، مولا یا مولا به جان مادرت، اون مادر غم پرورت، ما را مرانی از درت. یا ابن الحسن، خدا به آبروی امام زمان حاجت این جمعیت و امشب روا فرما. خدا هر چی از امام زمانش میخواد به دست مبارک امام زمان امشب به همه عطا فرما. حالا چند تا دعا برای امام زمانمون بکن. دلم میخواد جانانه عاشقانه اون چنان ناله بزنی که صدا تو حرم امام حسین برسه. آقا برات دعا کنه. قبل از دعا برای امام زمان، دو تا از رفقا از کارکنان تو این بیت العباس، یکیشون مادرش شدیداً مریض تو بیمارستان گرفتاره، یکی دیگه هم مشکل دیگری داره، شدیداً از همه تون التماس دعا کردن. خدا هر دوشون حاجت روان فرما، مریضیاشون شفای عاجل و کامل کرامت فرما. حالا ای دستاتو بلند کن جانانه عاشقانه، تا نفس داری برای امام زمان دعا کن. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. حسين حسين.